بهترین روش بوسیدن لب به لب بوسه لب به لب یا بوسه فرانسوی میتونه بهترین خاطر انگیزترین و شگفت انگیزترین بوسه ها باشه بوسه فرانسوی کاری نیستش که هر فرد به طور خودکار بدون تمرین و راهنمایی انجام بده برای اکثریت قریب به اتفاق ما گذاشتن زبون در دهان ترسناک هستش اگر قبلا این کار رو انجام ندادید جای درستی برای یادگیری اومدید به نظر شما چه نوبوسهی روی لبهای شریک جنسی و عاطفیتون قشنگ ترین بوسه هستش برامون کامنت بذارید امروز هم یک ویدیو جنجالی دیگه ای رو داریم برای دیدن این ویدیو من پیشنهاد میکنم کنار آجیل و شیرینی بنشینید و از جاتون تکون نخورید سلام مریم هستم یک روانشناس و مربی عرفه ای در آنتاریو کانادا من ویدیوهایی رو میسازم که به شما کمک میکنه بهترین رابطه ی جنسی و عاطفی خودتون رو داشته باشید نکته مهم اینکه هر چه یوتیوب لایک و ساب رو پاک میکنه شما بیشتر ساب و لایک میکنید عزیزای من من واقعا از همهتون ممنون هستم پس مطمئن بشید که ساب و لایکتون رو یوتیوب پاک نکرده باشه پیام قشنگ هم برام بذارید همهتون رو دوست دارم بوسیه فرانسوی چیست این نوع بوسیدن چند نام داره بوسیدن عمیق خودکشی بوسیدن زبان این ایده از نظر تئوری ساده است تنها تفاوت بین بوسیدن معمولی و بوسیدن فرانسوی این هست که دومی شامل کمی زبون هستش با این حال کاملا به کسانی که این بوسیدن را انجام میدن بستگی داره دهان پر از نواحی تحریک زا هستش بنابراین بوسیدن با زبان اغلب میتونه احساس متفاوتی رو نسبت به بوسیدن معمولی بده عزیزای من تا حالا بوسه فرانسوی رو شنیده بودید یا اولین بار هست که در این کانال میشنوید نظرتون رو برام بنویسید آموزش بوسیدن منتظر وضعیت مناسب باشید تماس چشمی وضعیت دستا و نحوه قرار گرفتن سرها نسبت به هم رو بسنجید و موقعیت مناسب رو در اینجا پیدا بکنید زودتر کار شروع بکنید منتظر موندن فقط لحظات رو سردتر میکنه تماس چشمی رو در هنگام نزدیک شدن حفظ بکنید سعی کنید تا لحظه تماس لبها چشمانتون رو نبندید کمی سرتون رو به یک سو بچرخونید تا هنگام نزدیک شدن و بوسیدن بینیهاتون به هم نخوره و باعث خراب شدن ملاقات ملاقاتتون دشه لبهاتون رو با ملایمت روی لبهای معشوقتون فشار بیارید خودتون رو رها کنید به چشمهای معشوقتون نگاه کنید اگر دیدید او به شما نگاه نمیکنه بهتر هست ادامه ندید پس از بوسه اول معشوقتون رو دوباره ببوسید برای بوسه های بعدی آزادی عمل و راحتی بیشتری رو دارید در نتیجه لذت بیشتری هم خواهید برد با بوسه هاتون بدن معشوقتون رو کاوش بکنید به نرمی و با لطافت گردن گوش و مجه های اون رو و حتی لف اون رو ببوسید حالا دیگه باید وضعیت رو بیشتر بکنید از این به بعد دیگه خودتون میدونید چگونه ببوسید و کجاهای بدن اون رو با بوسه نوازش بدید من فکر کنم اکثر زن و شوهر ها یا دوست دختر دوست پسرا اینطوری همدیگر رو میبوسن اگر نکته ای هست که نگفتم شما تو کامنت ها برامون بنویسید حتما میخونم چطوری یک لب گرفتن عاشقانه رو تجربه کنیم؟ برای اینکه بتونید تعم و لذت یه لبگیری عاشقانه رو تجربه کنید باید ابتدا اصول لب دادن و لب گرفتن رو بلد باشید اگر بار اولتونه لب میگیرید حتما باید یاد بگیرید که هیجان زده نشید احتمالا در اولین تجربه لبگیری حس میکنید لبتون بیهس و باد کرده نگران نشید زود فروکش میکنه و البته باید بگم که تجربه اولین لب گرفتن از عشقتون فراموش نشدنی هستش آرام لب بگیرید هیجان زده نشید فقط به بوسه های کوچیک اکتفا بکنید دهانتون رو زیاد باز نکنید لب طرف مقابلتون رو میک نزنید چون بلد نیستید و احتمالا دردش میاد میتونید مثل خوردن بستنی چوبی فقط لبها رو باز کنید و بذارید روی لب اشکتون و آروم ببندید شما هنوز به اون درجه نرسیدید که بخواید از زبونتون استفاده بکنید چون ممکنه تو زقش بخوره و باید تمرین بیشتری رو بکنید هر از گاهی گوشه های لبش رو ببوسید میتونید واسه تحریک بیشتر لبانتون رو باز بکنید و لبهای اون رو کمی روی لبهای خودتون فشار بدید مطمئن هستم که تا اینجا یه ویدیو رو با من همراه بودید اگر این ویدیو رو دوست دارید لطفا ساب و لایک و زنگوله رو بزنید تا من متوجه علاقه شما به ویدیوها بشم همینطور ممنون میشم یک پیام قشنگ هم برام بذارید تا یوتیوب این ویدیو رو به افراد بیشتری هم معرفی بکنه بریم برای ادامه ویدیو آموزش بوسیدن و مکیدن لبها مکیدن لبها رو امتحان بکنید سفت و سخت ممکنه خوشش بیاد لبگیری فرانسوی که اگر بتونی درست انجامش بدی شاید یک روب یا بیشتر وقتت رو بگیره به این صورت هستش که هر دو نفر دهنشون رو باز میکنن و زبونشون رو به هم می‌مالن. معمولا وقتی افراد از این نوع لبگیری عاشقانه استفاده میکنن و انجام میدن خیلی هیجان زده میشن و به سرعت لبهاشون رو به هم گره میزنن و با ولع لب همدیگر رو میخورن و به سرعت هم حشری میشن و میرن سراغ سکس ولی در واقع نمیدونن چی رو از دست میدن و چه لذتی رو از خودشون دریغ میکنن خیلی آروم و عاشقانه لب بازی بکنید و سپس دهانتون رو باز کنید و دوتایی زبون همدیگر رو داخل دهان خودتون بفرستید خیلی زود زبون شریک جنسیتون رو پیدا خواهید کرد و تازه اصل کار شروع میشه ها رو ببندید و تموم توجه خودتون رو به همسرتون بدید زبونتون رو آروم روی زبان عشقتون بذارید و دور دهان او رو بچرخونید و هیکل شریک که جنسیتون رو تجسم بکنید روی بدنش دست بکشید و سعی کنید در پوزیشن سکسی مناسبی قرار داشته باشید و راحت باشید تا مجبور نشید زود به زود پوزیشن لبگیری عاشقانه رو عوض بکنید تا حالا شده از شریک زندگیتون بپرسید بهترین بوسه که از شما گرفته چه احساسی داشته بپرسید اگر هم که مایل بودید پاسخ ایشون رو برامون بنویسید چند نکته طلایی کمی آماده بشید همه لبها لبهای خوبی هستند اگه میخواهید کمی برای اون آماده بشید برق لب میتونه وسوسه انگیز باشه و همچنین میتونه یه آشفتگی کامل رو ایجاد بکنه در مورد رژ لب هم همینطور اگر میخواهید شرایط رو برای همسرتون نرم کنید کمی رژ لب رو در نظر بگیرید میتونید هر چقدر که میخواهید دوباره استفاده بکنید بدون اینکه نگران این باشید که همه اونها رو روی صورت شریک جنسی و عاطفیتون بنشونید شما چه کارهایی قبل از بوسه انجام میدید شاید نظرتون جالب باشه پس در قسمت کامنتا حتما برام بنویسید اون رو با کمی معاشقه شروع کنید انجام اولین حرکت میتونه ترسناک باشه اما کمی باید اون رو انجام بدید اگر تصمیم گرفتید اون رو بپذیرید زبان بدن همسرتون رو به دقت احساسش بکنید لمس های کوچیک و عاشقانه میتونه راه زیادی رو برای شما به ارمغان بیاره اما مستقیم بوسیدن گزینه خوب دیگه ای هستش گفتن به کسی که میخواهید او رو ببوسید میتونه تجربه واقعا نیرومند باشه صحنه رو آماده بکنید مانند هر بوسه یا موقعیت جنسی دیگه ای که میخواهید انجام بدید مطمئن بشید که در این مکان راحت هستید تلاش برای یک بوسه فرانسوی در یک اتوبوس شلوغ بسیار کمتر از پارک یا خونه سرگرم کننده میشه حتی بهتر هستش اگر جایی هستید که بتونید موسیقی نور و یک شم رو روشن بکنید به خاطر داشته باشید که این حرکات و این وضعیت برای شما شگفت انگیز میشه و متفاوت هستش فضایی رو که هنگام بوسیدن احساس راحتی می کنید ممکن هست برای شریک زندگی شما هم احساس راحتی بکنه حتما از او بپرسید که آیا در اون وضعیت راحت هست یا نه و اگر می خواهید وضعیت رو تغییر بدید تا او هم راحت باشه تا حالا فکر کردی باید برای داشتن یک بوسه شگفت انگیز محیط رو آماده بکنی در موردش فکر بکن اشتیاق مهم هست پرشور و باهوش باشید در عین حال میتونید به طور کامل الله زاد لذت ببرید همچنین اگر کسی رو که میبوسید دوست داشته باشید واقعا به شما کمک میکنه بوسیدن نیمی از تکنیک هستش نیمی دیگه در حیج جان میخواهید به طرف مقابلتون بفهمونید که واقعا از ساختن اون لذت میبرید اما نه خیلی میدونید صورت خودتون رو با شریک جنسی خودتون البته نکوبید طوری که سعی نکنید که صورت خودتون رو به صورت شریک زندگیتون بزرگ جلوه بدید بوسه شگفتنگیز بنابراین شما یک نفر رو میبوسید واقعا هم خوب پیش میرید شاید بخواهید به بوسیدن زبان برید فقط با رها کردن بی به سراغش نرید با لمس آرام زبان خودتون روی لب او شروع بکنید ببینید آیا او به اون علاقه داره یا خیر اگر اینطور باشه همسرتون احتمالا لبهاش رو باز میکنه با زبونش، زبون شما رو لمس میکنه اگر مطمئن نیستید همیشه بپرسید که مشکلی هم نداره به یاد داشته باشید بوسیدن همیشه به معنای بوسیدن زبان نیستش با توجه به این نکته آخرین کاری که میخواهید انجام بدید این است که با زبون خودتون به صورت آهسته لب بگیرید اون رو احساس کنید شما ممکن هست بوسیدن لب اون رو به صورت ملایم انجام بدید و او بیشتر خوشش بیاد تا اینکه یک حرکت شدید انجام بدید که در فیلم های پرن میبینید و مطمئن باشید که اونها واقعی نیستند. شما زندگی واقعی خودتون رو دارید زبان همسرتون رو با زبان خودتون ماساژ بدید این یک رقص بین دو زبون شماست رقابتی نیست که ببینیم چه کسی میتونه قوی تر باشه شما مجبور نیستید در کل جلسه از زبان خودتون استفاده کنید اگر میخواهید فقط بدون زبان هم ببوسید خیلی خوب هستش هنگامی که از زبون استفاده میکنید حرکت شما میتونه ماساژ بین دو زبون شما باشه همچنین میتونید چیزهای مختلفی رو امتحان بکنید و ببینید چه چیزی برای شما و شریک جنسی شما راحت تر هستش امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید ممنونم که تا انتهای ویدیو رو همراه بودید با من فراموش نکنید که سابسکرایب زنگوله رو بزنید دوستان عزیزم به نظر شما چه نوع بوسه روی لبهای شریک جنسی و عاطفیتون قشنگ ترین بوسه هستش برام کامنت بذارید عزیزای من ویدیوهایی که در انتها نمایش میدم رو هم حتما با دقت ببینید هر سوالی رو هم داشتید بپرسید من عاشق خوندن نظرات شما هستم و همیشه خودم شخصا به اونها پاسخ میدم مراقب خودتون باشید دفعه بعد همه تونو رو میبینم